الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، نوروا بها القلوب، محصوا بها الذنوب، نوروا بها القلوب، محصوا بها الذنوب، إن أعظم المطلوب لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وخير العاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على قائد المجاهدين نبينا وسيدنا وسيد الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله المولانا العظيم. به جزای استادای بسیار نهایت بزرگوار و محترم، سفیدای عزیز و جوانای گرامی، ما مختصرا راجع به یک موضوعی که یکی از دانشمندای فرانسه عنوان میکند ارک دارای هدف بزرگ و رسیدن به یه هدف بزرگ توسط وسایل ساده و بالاخره نتیجه عظیم سر هدف و وسایل خود مرتب بکنه، این انسان بسیار بزرگ است. راجع به سه نکته‌ای که او عرض میکنه که در حقیقت میخواد شخصیت را سرش معرفی بکند، و وقتی که ما میگیم فلان انسان بسیار با شخصیت و با بزرگ است، معنای این را میدهد که هر انسان به حسب تعیین هدف خود جایگاه و شخصیت را در جامعه پیدا می کند. هر قدر هدف بزرگ داشت، به امو اندازه شخصیت بزرگ است. خب یگان بار می بینیم که اهداف بسیار زیاد بزرگ می باشد، ولی رسیدن به هدف مشکلتر و سختتر است. پس انسان با شخصیت او انسانی است که اهداف را که مشخص میکنه در زندگی خود، با وسایل دستاشتی خود، خود را به هدف برساند. پیامبر ما صلی الله علیه و سلم مولود با سعادتش و زندگی گوهربارش در حقیقت مولود بشریت است. یعنی ما تعبیر از او کرده میتونیم که میلاد پیامبر علیه السلام میلاد همه انسانیت است. او انسانی که خود را گم کرده بود، معبود خود را گم کرده بود، نسب و حسب خود را گم کرده بود و نمیدانست چی بکند و با کدام مسیر حرکت بکند. انسانی که به عوض معبودش 2360 بت را در داخل و بیرون کعبه عبادت میکرد، انسانی که به خاطر از اینکه اولادش با عزت باشه به این فکر رسید که به خانمش بگه با فلانه خانزاده یک جاشو تا که یک خانزاده به دنیا بیاید، انسانی که به اساس انحراف فکری و اخلاقی به اندازی به پیش رفته بود که گرد کعبه لج طواف میکردن و یکان بار میخواست که انگامی که از خانم خود خسته میشد باز میگو که بیاین که خانم خود بدل بکنه موقت،
چون این فجایع و رسوایی در عالم بود. از نظر فقر و بیچارگی مردم فقط یک لنگ را غالباً داشتند و پیراهن بسیار انگشت شمار مردم داشت. نانی که می‌خوردند گوشت سوسمار، شیر شتر و خرما بود. از این بالاتر چیزی را یاد نداشتند. تا به جایی که انگامی که مسلمان‌ها به ایران نزدیک شدند، امپراتور ایران حضرت مغیره رضی الله عنه را به یک روایت امپراتور ایران و به روایت قماندان جبهه که یزدگرد است او را فرا میخواند و برش میگوید که ما میفهمیم که شما مردمی هستیم بیچاره، غریب، بینان، از این خاطر به سرحدات ما تجاوز کردیم. روی این اساس ما امروز بر شما گندم میتیم و پاهای لوچتان بوت میتیم و با جهان لوچتان لباس میتیم. بنان با این قوت با ما شما نمیتونیم بجنگید. از این خاطر خدا تباه و برباد نکنه و دلم میسوزه که سرهای شما در اینجا بفتن. و حضرت مغیره برش میاد که چیزی بسیار کوچک گفتی، ما از او کده هم بترتر بودیم، ولی الله برای ما پیغمبری را مبعوث کرد، ما را حیات مجدد داد و آل ما فهمیدیم که ما کی هستیم. بناهن آمدیم پیش تو و دروازه تو را دخل باب میکنیم تا انسان را از عبادت انسان بیرون بکنیم و به عبادت رب العباد او را بیرون بکشیم. ما به خاطر ازی آمدیم، به خاطر ازی نیامدیم که تو بر ما چیز را بدی، به خاطر ازی نیامدیم که بود برم بدی که پایم رو چست، به خاطر ازی نیامدیم که شکمم گرسنه است برم گندم بدی، بلکه آمدیم به خاطر ازی که ظلم ختم بکو، تجاوز ختم بکو و انسانیت را احترام بگذار و معبودش را پرستش بکو. این اهداف است. روی این اساس پیامبر ما صلی الله علیه و سلم هدف بزرگ داشت. او هدف بزرگش چی؟ پیوست شدن انسان به ذاتی که ای را آفریده. و هدف بزرگش معرفت انسان برای خودش. ما کی هستم؟ انسانی که خود را فراموش کرده بود و گم کرده بود. روابط نامشروع را تبدیل کردن به روابط مشروع، شناخت مادر، خواهر، قوم و حقوق یک دیگر در حقیقت این اهداف بود. روی این نکته هم است که وقتی که ما تعریف از دین میکنیم میگیم که اسلام مجموعه از قوانین الهی است که رابطه یک انسان را با خالقش و با خودش و با جامعه تنظیم میکند. چون این پیام را پیامبر ما صلی الله علیه و سلم از طرف الله جل جلاله برای ما شما تقدیم کرد. به اساس این پیام است که ما میگیم مولود پیامبر علیه السلام در حقیقت مولود بشریت است. انسان نو تولد شد و انسان زندگی خود را فهمید، زیرا شن بیشناختی در حقیقت گمراهی بیش نیست. دوم اصلا میبینیم که این هدف بزرگ که از یک طرف نجات دنیا و آخرت در اون نهفته است، ما باید پرسان بکنیم که این قوت هدف را ببین، عظمت هدف را ببین، تنظیم از این هدف و تطبیق از این هدف، زیر چتر از این هدف و بالاخره استحصال از این هدف کی را به دست آورد، چی را استعمال کرد. تانگ و توپ داشت، دلار داشت، بسیار زیاد هر کس چپک کرد و کشت، تطمیع کرد، چی کار شروع کرد که در مدت 51 سال به بیش از نیم کره زمین این پیام الهی را برای جامعه بشری داد. در مدت یعنی پیامبر علیه السلام در 23 سال دعوتش، بعد چند سال دیگر هم سر زیاد که مجموعاً 51 سال، در 51 سال دروازه های اروپا را هم دخل باب کرد، آسیا و افریقا را به دین اسلام منور گردانید. این گپ عادی نیست. خیچی استفاده کرد که امروز ما من حیث پیروان پیغمبر علیه السلام با وصفی که از حیث کثرت بسیار زیاد هستیم، از حیث عدد هم بد نیستیم، ولی جبون هستیم، سست هستیم، نمیتونیم واضح نکته را اشاره بکنیم، نمیتونیم واقعا مسیر بدیم.
عزیزا این نکته است که حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه به او اشاره میکند و میفرماید که قسم به خداست که آخر امت که ما شما هستیم جور نمیشیم مگر به او طریقی که اول امت اصلاح شده و اول امت جور شده. اصحاب پیغمبر رضوان الله علیهم اجمعین توسط قرآن کریم و توسط حدیث پیامبر اصلاح شدند و این پیام الهی را گرفتند. حالی از خود پرسان بکنیم، اگر ما امروز ذلیل هستیم، امروز بیچاره هستیم، امروز ابتر هستیم، در حقیقت اتمن در پیام الهی در اوجه بیتفاوت شدیم. کسی پرسان کرد هفته گذشته که علت انحطاط مسلمین در چی است؟ با وصفی که یک وقت تمدن را مسلمان ها جور کرده بود، با وصفی که قوت مسلمان ها داشت، با اندازه قوت عظیمی که یکی وقت پادشاه روم برای حضرت هارون رشید نوشته میکنه که قبلا برای تو که جزیه میداد او پادشاه ضعیف بود، نمیتونست در مقابل ایستادگی بکنه، از این به بعد ما برای کسی جزیه داده نمیتونم. و هارون رشید در پشت خط نوشته میکنه الی کلب روم سترا، اما که نوشته میکنه با سگ روم میبینی. دوم گپم دراز نکرد و انگامی که کشورش مسلمان ها گرفت و تسلیم شد گفت آلی دو چند جزیه بپرداز، قبلا که یک چند میدادی آلی دو چند بپرداز. با آن قندازه مسلمان ها شجاعت داشتن، تمدن داشتن و از نظر حیثیت آبرو در بلندترین قله قرار داشتن. امروز چرا ما اینقدر ذلیل هستیم؟ چرا ما خبت وقت هستیم؟ به خاطری که اصل عامل است که وجیبه ما در مقابل امتهای دیگر، در مقابل انسانهای دیگر، در مقابل جامعه انسانی است که این پیام الهی را برش برسانیم. ما جهاد را ترک کردیم و حسب حدیث پیامبر علیه السلام که می فرماید من ترک الجهاد، ما ترک الجهاد قوما الا ذلا، ترک نکده مردم جهاد در راه الله را مگر اینکه ذلیل شده. این در عام هم ببینید امت اسلامی در مجموع سوره انفال و سوره توبه و سوره احزاب یا رفت فراموش کرده بودند. بالاخره نتیجهش جز زبونی و بدبختی شی دیگری نبود. انگامی که مردم افغانستان این کلمه را بلند کردند و اعلام دین خدا را کردند، الله اینها را عزیز گردانید. بعد از اینکه این پیام الهی را و این نعره الهی را ما به سقوط دادیم و تعبیر غلط از این کلمه بر مردم عنوان کردیم، الله امروز ما را باز ذلیل کرده. یعنی ذلت در حقیقت گپ دیگری نیست. زیرا چرا پیامبر ما علیه السلام میفرن که الجهاد ماضین الى یوم القیامه؟ چرا پیغمبر علیه السلام میفرن که هر امتی که جهاد را ترک کرد الله اونا را ذلیل میکنه؟ به خاطر از اینکه دیگرا با سر تو میآید. اگر تو دروازه های دشمن را دخل باب نکردی، اگر تو پیام الهی را نرساندی، تو عنوان نکردی حکومت خدا را، دیگرا با حکومت دموکراسی را سر تو عنوان میکنه، با دیگرا دروازه تو را با دخل باب میکنه، دیگرا حریم تو را با زیر پای میکنند. از این خاطر اسلام چی میگه که شما باید دروازه های دیگرا را دخل باب بکنید، شما باید پیام الهی را برسانید. امروز ببینید که جاهلیتی که قبلا بود او را بگذاریم و الله شاهد از این جاهلیتی که امروز است به اندازه جاهلیت گذشته نیست. در جاهلیت گذشته انسان با سگ آروسی نکرده بود، سگ سر خود بلند نکرده بود و در قرن 21 چنین حادثات وجود دارد. با سگ آروسی صورت گرفته، با سگ خواب میکند و سگ را من حیث کسی که با او باید همبستری بکنه قبول کرده. آیا تاریخ بشریت شما مطالعه بکنید چون این جاهلیت را قبلا شما مشاهده نکرده؟ در جاهلیت قبلی این را شما دیده نمیتونید که عنوان کرده باشه که بشه کت بشه روسی بکند و فعلا چیز وجود دارد. در جاهلیت قبلی چونین نشده بود که انسان میراث خود را برای یک حیوان در تسجیل بکنه و برش بسپاره، و در جاهلیت قرن امروز چنین حادثات وجود دارد. در جاهلیت قبلی شما تاریخ مطالعه بکنید
ممکن نبود که در ظرف یک سال یک و نیم سال بیش از یک و نیم میلیون انسان را به شهادت برسن و از بین ببرد. این انسان مدرن امروز که داد از حقوق بشر میزند در عراق بیش از یک میلیون انسان را به حلقوم مرگ کشانید، تمدنش از بین برد، اصالتهایش از بین برد، در افغانستان بیش از دو نیم لک انسان را به شهادت رسانید. این کسی است که امروز عنوان چی میکنه؟ ما تمدن داریم، ما انسانیت میخواییم، ما حقوق بشر میخواییم، ما فلانه میخواییم، این را عنوان میکنه. در حقیقت حیوانهای بیش نیستند، از سگ اینها بترتر هستند. با وصفی که نام خدا سرش چی میمانه؟ نام خدا انسان میماند. علت چی شد؟ چرا ما قذلیل هستیم؟ اینقدر ذلیل و بیچاره هستیم که هر کدام ما در اینجا هستیم در دل ما به اصطلاح غمهای بزرگ بزرگ است ولی نمیتونیم اظهارش بکنیم. هیچ کاری از دست ما ساخته نیست، بخاطر اینکه یک اصل شرعی که سبب اولا برای ذلت ماست اون مور ما ایجاد کردیم. بنان هر قدر در سببهای ثانوی بکوشیم نتیجه نمیگیریم. اعاده یک مؤمن به این اصل یکی از وجایبش است، یکی از وجایبش است. خب حالا یک کسی پرسان بکنه که درست است، ما خود جهاد میکنیم، خود نتیجه چه خود دیدیم سید؟ ما خود جهاد کردیم، خود آخر نتیجه چی شد؟ خانه های مردم چور شد، نتیجه از این چی شد؟ قوت های کفری دیگری آمد، نتیجه از این چی شد؟ پاتک سالاری ها جور شد، نتیجه از این چی شد؟ سر انسان شپش فروخته شد، نتیجه از خود رو گرفتیم. ولی هر حرکتی که با فکر نبوده باشه، با شناخت نبوده باشه و واقعا منبع تسلیمی در اوجا درست نبوده باشد، نتیجه جهاد افغانستان است. علیم از خود پرسان بکنیم و یک بار بیاندیشیم که ما چی میخواییم برای مردم و دین چی میخواید از ما؟ این را سوال بکنیم. دین از ما چی را میخواید؟ میگه جان مردم حفظ بکن، ناموس مردم حفظ بکو، دین مردم حفظ بکو، عقل مردم حفظ بکو، ناموس مردم حفظ بکو. اینی اصالت های دینی است، این اصل است. نشو که با حرکت ما این اصول را از بین ببریم، مال مردم از بین ببریم، جانش از بین ببریم، ناموسش از بین ببریم، دینش از بین ببریم، آبرو و عفتش از بین ببریم و عنوانم بکنیم ما مسلمان هستیم. چی میخواییم ما؟ ازی باید پرسان بکنیم. و ما خود چونین کاری کردیم چرا نتیجه نگرفتیم؟ بخاطر که ما شناخت درست از این دین پیدا نکردیم. آن منبع الهی که در اختیار ما بود ما بر او زانو نزدیم، ما کتاب الله را مطالعه نکردیم، خود را به قانون الله تسلیم نکردیم، خواستیم قانون را قانون خدا تابع ما بوده باشد. از این خاطر الله با ما این معامله را کرد. بنابراین ما صراحتا میگم که والله بالله قسم است که قوتهای صلیبی در افغانستان سقوط میکند و شکست میخورد. این ایمان داشته باشید و خامخا ذلیل میشد. انشاءالله این قهرمانی را هم الله برای مردم افغانستان میدهد. ولی صرفا یک بار فکر بکنین که تو باز چی میدی؟ بدیلیت باز چی است؟ در زیم کمک فکر بکن. طرفه نرینی تو بگوی که ورسه باز خدا میربان است. نه الله خو میربان، الله بر عقلم داده. یک بار ملتفت شو، چقدر آنسی همی دین یاد بگیری؟ چقدر حلال و حرام یاد گرفتی؟ در اینجا میگم خودم مسلمان میگم، خودم مجاهد میگم، خودم بافهم میگم، برخلاف ارزش های دینی ما عمل میکنیم. ببینید کسایی که به دست خود کار میکنه، اولاد دارد، پیش ما حقیر است، کوچک است، او را کسی احترام نمیکند. کسی که بوت مردم را جور میکند او را کسی احترام نمیکند. کسی که دکانداری میکنه او را احترام کسی نمیکند. کسی قلبه میکنه او را کسی احترام نمیکنه. این مردم ها عادی هستند. خب خیلی چی شام؟ دکتر صاحب، انجینر صاحب، فلانه صاحب. حالی از امی جنابای حالی پرسان بکن که تو دکتر صاحب از خودت ایمان پرسان بگو. هر کدای ما شما مریضا داریم در شفاخانه ها، چی حال است در شفاخانه؟ از خود پرسان بکنیم. نامش هم میگم من مسلمان هستم. انتقاد هم بلند میکند، آهم میکشد، مریض بر چیخ میزند. خوی جناب عالی که 16 سال تحصیل کرده، 17 سال یا تحصیل کرده، یک سال دیگه هم اینا اضافه تحصیل میکنند. این جنابای عالی با مریضای ما چی کار میکند؟ در چی رقم متاثر میشود؟ او جناب عالی که از سرک دزدی میکند، از دارایی عامه دزدی میکند، رشوت میگیرد و در موترهای رشوتی، در پول رشوت بلدنگا را بر خود آباد میکنه، او بس میگه من بسیار عزیز آدم هستم، بسیار خوب آدم هستم، خجالت هم نمیکشد. کس کجا کرد؟
از آسمان برد نفته. اگر خداوند متعال است که بسیار مردم دیگری هستند که همیشه در مسجد هستند، چرا بر او نمفته که بر تو نفته؟ تو این از کجا کردی؟ و با تمام وقاحت میخورد، با تمام وقاحت به حرام دست میزند. آنچه که حلال است او برش خراب و آنچه که حرام است او برش خوب. این در نظر ما شود. روی این نقطه ایزا ما فقط این نقطه را عرض میکنم که پیامبر ما صلی الله علیه و سلم توسط بعثت خود انسانیت را بار دوم زنده ساخت. چطور زنده ساخت؟ خودش نمونه ها را تربیت کرد، صحابه را تربیت کرد. و جالب سخنها قبلا مولوی صاحب داشت که شما فکر بکنین که صحابه همتون میگفتن که مانند ما شوید، اما تو انسان ها را تربیت کرد. با اساس اونو تربیت بود که جامعه را زنده ساخت. مردم گروه گروه در اسلام داخل شدن، گروه گروه داخل شدن. علتش نمونه ها بود که میگذشت. امروز ما نمونه ها را از دست دادیم. علت انحراف، علت بدبختی، ای کل زبونی ما باییست که ما در بیرون مثال ها نداریم که ما مردم عرضه بکنیم که فلانه جسید. چون این نمونه ها کم است یا ناشناخته است و یا به عباره دیگر به اساس کمبود بگم که نیست. چون این مردمی که نداریم دعوت ما تأثیر نمی کند، فراخوانی ما تأثیر نمی کند. و نکته دیگری که پیامبر علیه السلام انتاج هم عظمت داد که تا امروز این پیام الهی را برای ما تو رساند. ولی از خود پرسند بکنیم خیلی چی بکنیم که ما من حیث مسلمان پس به عزت خود داخل شویم. ما در روی زمین من حیث مسلمان زندگی بکنیم و با وقار و با حیثیت زندگی بکنیم. ای در وقت میشه که ای پیام الهی را بشناسیم، پیغمبرش را بشناسیم، صحابه را بشناسیم، تابعین تبع تابعین را بشناسیم. بسیار ظالمانه خواهد بود که از هر کسی که پرسان بکنی بعد از قرآن کریم از صحترین کتاب چیست؟ یک تعداد زیاد مامین که بخاری شریف است. خب امام بخاری کی بود؟ هیچ کس خبر ندارد. بعد میگم در مذهب کیست؟ میگه در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه. امام ابو حنیفه کی بود؟ کس خبر ندارد. پس وقتی که ما قائدین خود خبر نباشیم، وقتی که با اونها دانش ما در رابطه با او کاستی دارد، پس آنچه که ما بر ما داد او را خود بیخی نمشناسیم، بیخی نمشناسیم. میده یقین داشته باشیم. مشکلات ما در امید رفانسایی است که ما نماز میخوانیم ولی متاسفانه که آلی هم درست نماز نمیخوانیم. نماز ما به نهایت ترپ ترپ زدن است، کسی ملتفت نیست. قسم به خداست که نماز تا الله قبول نکنه. این چیز در الله قبول نمی کند. کلی چیز در رابطه با نماز است. و نماز خواندن ما را میبینی عجیب است. حضور ما را در مسجد میبینی عجیب است. ضرورت دین یه آخرین چیزی که ما داریم میاندیشیم. در کل کارهای خود خلاص میگه آخرین چیزی که در او باید فکر بکنیم دین است. روی اساس ما خواهش میکنم عزیزا، من حیث یک مسلمان هر کدامتان در 24 ساعت یک ساعت را برای دین بده، یک ساعت را به دین بده. سیرت پیامبرتان را بخوانید، سیرت صحابیش را بخوانید، سیرت تابعی و تبع تابعین را بخوانید. بعد شما آشنایی به دینتان پیدا میکنید. بعد این دنیا را میشناسی که چی است و زیر از دنیا چقدر انسانهای بزرگ تیر شده. باز خائن میشناسی که زیر از دنیا چقدر انسانهای خائن است. بعد سر خود فکر بکنی که من اگر از دنیا میرم من در کجا خواهد بودم. نتیجه ای که سر من مرتب میشه چی است؟ باز از این فکر میکنی. اگر ما وقت برای مطالعه دین ندهیم، مفت مفت که میگم که دین دین دین، مفت مفت که میگم که افغانستان، مفت که میگم که اینی چیز، باور بکن مضحکانه است. باور بکن خنده‌آور است که انسان فکر بکنه من چی میخوام؟ اسلام، حکومت اسلامی میخوام. چی رقم حکومت اسلامی میخوایی؟ کدام نوع حکومت اسلامی میخوایی؟ که در جا آبروی مردم بریزد، در جا به مال مردم تجاوز شود، به نوامیس تجاوز شود. چون این حکومت تو دینی میگویی؟ این حکومت توسط افراد میآید. در حکومت را از آسمان ترت بر ما پایین نمی کند. ما تو هستیم که حکومت را جور می کنیم. اگر می خواهید که حکومت اسلامی بیاید، اگر واقعا دلسوز به جهادتان هستین، واقعا دلسوز به ایتامتان هستین، واقعا دلسوز به بیوه‌هایتان هستین، واقعا دلسوز به اون معیوبینی که پای و دست و چشمش از دست داده هستین، پس دین سر خود تطبیق. دین سر خود تطبیق بکن و تطبیق دین بدون فهم ناممکن است. دین یاد بگی.
وقتی که یاد گرفت زمینه تطبیق مساعد میشد. بعد بعد از او باز به دیگران دعوت بکن، بعد از او در راستای اصلاح دیگران بکش، چه که خدا هم خداوند متعال او مردم را ببخشد که خودش اعمال ناشایسته ای میکند، سر دسترخانش نان حرام جمع می شود، بعد نه که خداوند متعال سر ما هم رحم میکند، سر این رقم مردم خدا رحم میکند، نه، الله سرش غضب نازل میکند، سر او مردم الله رحم نازل میکند که از ملتش دزدی میکند، سر او مردم الله رحم میکنه که قطاع طریقی و ظلم میکند، شیطانت مسلمان ها را میکند به خاطر 5 رفع. ماهانه چند رفع ماش داری؟ میگه 10,000. از 10,000 رفع زیاد ماش ندارم. خود ده ها مسلمان ها را به طرف پلچرخی روی میکنه با شیطانتی از انسان مفلوک و از انسان رزیل. آخر 10,000 رفع میگیری، بیشتر بر تو نمیرهد، ولی الله از تو پرسان میکند که تو چی کاری کردی؟ و کدام حکم را نافذ کردی؟ و به چی مردم را دعوت میکردی؟ به این رقم یک نظام مفلوک بی معنا به می دعوتش میکردی. از خدا بترسیم. بنان مولودی با سعادت پیامبر را بر شما هم تبریک و تهنیت عرض میکنم و خداوند متعال ما شما را فهم کامل از دین نصیب بکنه. بعد خداوند متعال به لطف و کرم خود مقلب القلوب الله هست. ما میگیم یا الله ما عاجز هستیم، به لطف کرمت به ما رحم بکن و قلبهای ما را به دین دور بده. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم و تب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا رب. بسم الله يوم تبلى السرائر.